تأثیر موهای زائد بدن در کنترل شهوت انسان. دین اسلام با مردان و زنان متأهل زدودن موهای زائد بدن و پاکیزه نگه داشتن خود در رابطه زناشویی را توصیه می کند. با این حال در برخی از روایات نیز و کسانی که توانایی ازدواج ندارند توصیه به روزه‌داری و نتراشیدن موهای بدن برای کنترل شهوت شده است. سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای نکست مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد نکست مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما ویدیوی ما را لایک کنید. تأثیر موهای زائد بدن در کنترل شهوت. سوال: امام علی علیه السلام می‌فرماید که موی زیاد مردان شهوت را کم می‌کند، ولی در منابع علمی اثبات شده است تمایل یا عدم تمایل جنسی مردان و زنان به هورمون‌های مردانه و زنانه ربط دارد، نه به موی بدن. در جواب به چند نکته اشاره می‌شود. فرمایش امیر مؤمنان علیه السلام این است: موی هیچ مردی زیاد نشود مگر آنکه شهوتش کاهش یابد. در این فرمایش چند احتمال وجود دارد. اول، موی مرد در این روایت به صورت مطلق آمده و معلوم نیست منظور موی زاید باشد، ولی به دلیل ارتباط با شهوت میتوان برداشت کرد که مراد ایشان موی زاید بدن است که در شهوت و امور زناشویی تأثیر دارد. دوم، منظور حضرت امیر مؤمنان در این روایت نکوهش این کار است و زیاد شدن موی مردان باعث کم شدن شهوت می شود و در نتیجه در روابط زناشویی و برآورده کردن نیازهای همسر مشکل ایجاد می کند. با این توصیف و با توجه به روایات متعددی که بخشی از آنها در کتاب شریف حلیت المتقین آمده است، حضرت مردان متأهل را از زیاد شدن مویی که باعث کم شدن شهوت و تأثیر منفی در روابط زناشویی و خانوادگی می‌گذارد و چه بسا منجر به خیانت به همسر و مشکلات دیگر می‌شود نهی می‌فرماید. سوم، احتمال دیگر همین است که این توصیه برای جلوگیری از ازدیاد شهوت در افراد مجرد بوده باشد. همچنان که همین توصیه را پیامبر خدا نیز به فرد مجردی که امکان ازدواج برایش فراهم نبود فرمودند. در روایت آمده است: مردی نزد پیامبر خدا از مجرد ماندن اظهار ناراحتی کرد و گفت: آیا خود را اخته کنم؟ فرمود: نه، کسی که اخته باشد یا خود را اخته کند از ما نیست. روزه بدار و موی بدنت را واگذار. این که در سوال آمده منابع علمی میگوید کمی و زیادی شهوت مربوط به هورمون‌های انسان است و ربطی به مو ندارد نیز حرف درستی نیست، چرا که در توصیه‌های پزشکان نیز شبیه همین مطلب وجود دارد. از طرفی منابع علمی که بر پایه علوم تجربی بنا شده قابل تغییر است، در حالی که منابع روایات متصل به عالم غیب و علم الهی است. روایات متعددی توصیه به نظافت مستمر موهای زائد بدن برای مردان و زنان را پیشنهاد می کند. از این روایات می توان برداشت کرد که وقتی زدودن موهای زائد در افراد می تواند باعث افزایش میل شهوانی در فرد شود، زیاد شدن موهای زائد نیز منجر به کاهش شهوت خواهد شد. موهای زاید به خصوص در اندام جنسی وقتی زیاد شد رشدان کند و متوقف می شود. بنابراین می توان گفت در هورمون های انسان نیز تأثیر مستقیم می تواند داشته باشد و باعث کاهش شهوت انسان می شود. برای کنترل شهوت در افراد مجرد راه های متعددی وجود دارد، از جمله ازاله نکردن موهای زائد، ولی باید توجه داشت که با تأکید فراوانی که دین مبین اسلام به پاکی و پاکیزگی دارد، نباید این راه را تنها راه پیشگیری از شهوت دانست و مراعات نظافت نشود.
نکته دیگری که میتوان با توجه بر روایات گفت این است که اسلام به مردان و زنان متحل برای جلوگیری از گناه توصیه به زدودن مو و پاکیزه نگه داشتن مستمر خود در ارتباط با همسر میکند. اما از آنجا که در افراد مجرد اهتمام زیاد به تراشیدن موهای زائد باعث لمس اعضای جنسی و تحریک شهوت میشود، از این جهت نیز میتوان گفت افراد مجرد بهتر است در بازه زمانی طولانی تر اقدام به تراشیدن موهای زائد خود کنند. وجود موهای زائد در بدن انسان حکمتی دارد و زدودن آن نیز حکمتی بالاتر. دین اسلام با مردان و زنان متحل توصیه به برداشتن مستمر و پاکیزه نگه داشتن خود در رابطه زناشویی می کند و در برخی روایات نیز به کسانی که توانایی ازدواج ندارند توصیه به زیاد شدن مو در کنار روزه‌داری و امور دیگر برای کنترل شهوت شده است. بله، این بود ویدیوی امروز من. برای ویدیوهای بیشتر نکست مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهید تا از ویدیوهای بعدی ما آگاه شوین. و برای حمایت از ما کافی است ویدیوی ما را لایک و شیر کنید. نظریات زیبایتان را هم می توانید در بخش کامنت بنویسید. خدا نگهدار شما.